إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شد الان آیین شماره 32 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو مورد بحث قرار میگیرد. در آیین پیشین نجوا و نغمه محبتی حضرت حق رو شنیدیم و دیدیم که قل ان کنتم تحبون الله، بگو پیامبر به بندگان من که اگر داعیه محبت خداوند دارید فتبعونی، باید پای در مسیر تبعیت بنهید و در این وادی گام بگذارید، باید در پس سر تو حرکت کنند تا در خیل و شاق درآیند. اگر این چنین باشد یا یحببکم الله، این خداوند است که جذبه محبت خودش رو بر آنها می‌افکند. و اونگاه اگر مانعی هم در این ایجاد محبت وجود دارد، مانع رو می زداید و یغفر لکم ذنوبکم، آنچه مانع ایجاد نزدیکی ما با حق می شود همین جمله است، همین ذنوب است. لذا بعد از ارتباط محبتی، آنی را که خداوند می گوید که لازم است برداشته شود ذنوب است. یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور و رحیم، و خداوند با مغفرت و رحمت خیش عمل خواهد کرد با بندگان خود. به دنبال این جمله باز فرمود قل، پیامبر بگو. حال که بنا شد آدمیان با مسیر محبت آشنا شوند، به بیان ما اون راهکار این وادی رو هم خداوند سبحان باز تأکید میکند. قل اطیعوا الله و رسول، بگو پیامبر که اطاعت کنید خدا را و رسول را. مثل اینکه چنین برمی آید که برای ایجاد این علقه محبتی چاره ای نیست جز اینکه در وادی تبعیت و اطاعت بدرایید. اما اینجا فرق کرد قضیه. ابتداعا تبعیت رو فرمود، تابع بشید، پیرو باشید. اما در اینجا یک کمی سخن لحن دیگری پیدا می کند. فرمان به اطاعت داده می شود، نه تبعیت. خود این تغییر لحن و کلام نکاتی دارد که الان مطرح خواهیم کرد. فرمود اطاعت کنید خدا را و رسول. واژه اطاعت بار معنایی خاصی دارد که تا حدی با همین تعبیری هم که ملاحظه می‌فرمایید ارتباط نزدیکی دارد. هیچگاه دیدید خداوند در قرآن بگوید اطاعت کنید نبی را؟ هیچگاه شده است اطیع النبی بخوانید در قرآن؟ خیر. همیشه صحبت اطیع الرسول است، و من یطع الرسول فقط اطاع الله. هنگامی که بحث اطاعت مطرح می‌شود، در اونجا مشاهده می‌کنید که رسالت میاد. اما در تبعیت نه. ممکنه الذین یتبعون النبی الامی هم باشد،
رسول نبی امی که یجدونه، سوره مبارکه اعراف، در باب تبعیت با نبوت هماهنگی دارد. اما وقتی بحث اطاعت میشه، خداوند از کلمه رسول استفاده میکند. این خیلی نکته ها دارد و جان مطلب در این است که مقام نبوت همان گونه که میدانید، خود واژه نبی دو احتمال لغوی دارد. یکی این که نبی از ماده نبع به معنای خبر گرفته می شود، گزارش مهم، اخبار جدی و تکان دهنده. نبی با آن کسی میگویند که از این خبرها دارد، از آن سو خبر میگیرد. وجود او منور به انوار الهی است و خبرهای خداوندی است، از اون نوعی که مردم ندارند این خبرها را، این نبی می شود. احتمال دوم که خب این احتمال قوی است، این احتمال هم و شواهدی و نشانه هایی هم بر این احتمال می رود در قرآن، این است که کلمه نبی از ماده نبوه، نبوه به معنای رفعت، بلندی. نبی یعنی انسانی که یه سر و گردن از دیگران بلندتر است، یعنی انسانی که در جامعه حد اجتماعی او و شخصیتی او فراتر از دیگران است. و دقیقا این چنین است. انبیا انسانهایی بودند که در جامعه از دیگران یه توانمندی و یه ظرفیت وجودی فراتر و یه تشخص اجتماعی، عقلانی، رفتاری و اخلاقی فراتری داشتند. این که گاه این تعبیر رو بنده به کار بردم که انبیا الهی فرا انسان نیستند، فرا بشر نیستند، برتر از بشر و برتر از انسان نیستند، انسان برترند، بشر برترن، نه برتر از بشر. قول انما انا بشر مثلکم یوها الیه. نبی چنین معنایی رو دارد. نبی یعنی انسانی که از دیگران فرهیختگی و فرزانگی فزونتری دارد. خب این رو میتوانید در زندگی همه پیامبران ببینید. بالاخره میدانید در جامعه ای که این نبی ما و این رسول ما طلوع میکنند، این اجتماع رو نگاه کنید ببینید نخبگانش کی بودن، ببینید زبدگان فکرش کی بودن، یعنی همونهایی که متاع اینها رو مردمان می خریدند و با آب طلا می نوشتند و نام اون رو مذهبات می گذاشتند، حولیات می نامیدند، یعنی همون اشعار، همون سروده های اینها رو با آب طلا می نوشتند و به این سو اون سو می آویختند، حتی به دیوار خانه قرار می دادند. مگر اینها کی بودند و چه می گفتند؟ اون اساره تفکرات اینها رو نگاه کنید. قفا نبک من ذکری ذکرا حبیب و منزلی به سخت لوا بین الدخول و حوملی فتوزه و المقرات لم یعف رسمها سوا نجسن نسجت ها من از جمال و شم علی. مثلا وقتی نگاه میکنید اون نابترین اندیشه ها و تفکر امرالغیس چیست؟ الا حبی به سحنک فسبهینا فلا تبقی خمورا اندرینا. یه خم شراب اونچنانی رو توصیف کردن این نهایت تفکرات عمرو بن کلثوم است. با دخترمو خلوت کردن این نهایت اندیشه های امرالغیث است. اینا نخبه های ادبی جامعه گزیده عرب اون روزند. اینا چی دارن برای گفتن؟ چه اندیشه رو به بشریت ارمغاند کردن؟ چه تحفه ای رو از فکر خودشون میخوان دیگران رو مهمان کنن و راهی به انسان ها نشان بدند؟ تو چنین جامعه‌ای که این سطح فکر عمومی است و برجستگانشون هم در این وادی ها قدم میزنن و یوم دخلت الخد خد رانه ایزتن فقالت لکل ویلات نک مرجلی، قابل ترجمه نیست اینها در محفل عمومی. در چنین شرایط اجتماعی میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. تو این شرایطی انسانی میاد که یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، می آید مردی که زنجیر از پای غلامان بگسلد و باز کند. اندیشه های او فرا بشری، فرا زمان، فرا مکان. نخبگی و فرزانگی در وجود پیامبران الهی کاملا مشاهده می شود و اینها دیده می شند. به همین خاطر نبی هستند. یعنی این معنای نبوت با چنین ویژگی این رادمردان سازگاری دارد. لذا به اینها نبی گفته می شود، به این معنای دوم. اما در اینها نبی با همه معانیش دیگه بیش از این مثلا نمی رساند پیامی را. اما وقتی کلمه رسول میاد و عنوان و لقب دوم میاد، رسول همراه با رسالت است. یعنی چی؟ یعنی رسول کسی است که طرح و برنامه دارد. رسول کسی است که تر و برنامه داره، یعنی آمده است که به شما راهکار نشان بده، چه بکنید چه نکنید، کجا بروید نروید، به چه شیوهی معاملات و تعاملات اجتماعی داشته باشید، رفتارهای فردی خودتون رو با دیگران چگونه تنظیم کنید. اصلا در دل رسالت
به تعبیر امروزی ما واقعا استراتژی افتاده است. یعنی رسول آمده است که نشان بده به آدمیان شیوه زیستن و رفتارها را در درون و برون. این در خود کلمه رسالت و پیام رسانی از سوی حق و پیامبری نهفته است. لذا اگر بحث پیامبری است و طرح و برنامه داشتنه، طرح و برنامه بدون پذیرش و اطاعت معنا ندارد. همیشه باید کلمه اطاعت با چی بیاد؟ با رسالت بیاد، نه با نبوت. این نکته ای سالا دو ویژگی رو کلمه اطاعت میخوام عرض کنم که عرض میکنم. پس اینکه رسول رو همیشه همه جا میبینیم، مثل اینکه علت این اطاعت تو خود این کلمه است. گاهی این تعبیر رو عرض کردم که میگن ذکر و شی مل بینت و البرهان در کلام عرب. یعنی اگر میگن که این غذا را بخورید، میگن این غذای مفید را بخورید، این غذای پرکالری را بخورید. خب بعد میفهمید چرا باید این غذا را بخورید، چون پرکالری است. میگن این غذای خوشمزه را نوش جان بفرمایید، پس میفهمید چون خوشمزه است باید نوش جان بفرمایید. یعنی علتش رو هم همزمان گفتن، اکرم زیدن العالم، این آقای عالم را اکرام کنید، پس مشخص شد چرا باید احترامش کنیم، چون دانش دارد، چون برخوردار از معرفت است. یعنی در عین اینکه این مطلبی رو میگن، دلیلش رو هم تو ذهن ما میگنجانن. اطیع الله و الرسول، اگر اطاعت گفته می شود، علتش رسالت است در مورد این بزرگ، در مورد خداوند که الله است. آفتاب آمد دلیل آفتاب، اطاعت خداوند که دلیل نمی خواد، ذاتی است، قهری است. اما در مورد این رسول و این شخص اگر اطاعت گفته میشه، یعنی اطیع الرسول لرسالته، دارد اون رسالتش رو، اون پیام آوری رو، اونی که از سوی خدا چنین راه بردهایی را میخواهد به شما تقدیم کند، در دل این دستور خدای سبحان نهفته است. این نکته اول. فرمود اطیعوا. تفاوت اطاعت و تبعیت رو من اینجا عرض کنم، چون در آیه قبلی فتبعونی بود. تبعیت، تابع، یعنی پشت سر کسی حرکت کردن، پی چیزی را گرفتن، این میشه تبعیت. تبعیت در تبعیت بالا پایینی مساوی بودن نیست، از جهت لغوی عرض میکنم. در معنای تبعیت پی چیزی رفتن است، حالا فرقی نمی کند. آنی که ما داریم در پی اون میریم، حتی ممکنه مثلا فرض بفرمایید از ما پایین تر باشد، بالاتر هم نباشد. در خود استعمال و لغت تبع و تبعیت این به کار برده میشه. خطاب میکنید به اهل قبور و خطاب به اهل گورستان، یا اهل دیار من المسلمین، وقتی میخوانید و سلام و درود بر اینها میفرستید و رحمت خدا رو و غفران الهی رو برای این ساکنان گورستان طلب میکنید، بعد میگین انتم لنا فرتون و نحن لکم تبعون، شما فرت ما اید. فرت، وقتی این کاروان ها حرکت میکردند، بعد یک کسی رو میفرستادن که براشون آبی، مرغزاری، چمنزاری بیابد که در اونجا ساکن بشن و خیمه بزنن. مثلا وقتی این کاروان حرکت میکرد بیستن، این رو میگفتن فرد. فارد یعنی اون که جلو میرود. انتم لنا فرتون، ای خوابیدگان در گور، شما فرت مایید، شما جلوتر از ما رفتید، ساکن شدید. و نحن لکم تبعون، ما هم دنبال شما خواهیم آمد. و انا انشاء الله بکم لاحقون. بالاخره کمی دیر میشه، کمی فرق زمانی داریم، اما ما هم خدمت خواهیم رسید، ما هم همون مسیری را میرویم که شما رفتید. این تبعیته. حالا داریم میگیم کلی تبعیت رو میگیم دیگه. کلمه تبعیت عام است، یه معنای عمومی رو در پیروی میرساند. اینو دارم میگم که به اطاعت خوب توجه بکنیم، اما در کلمه اطاعت نه. در اطاعت دو ویژگی مهم وجود دارد. اطاعت، وقتی گفتن مطیع، شما نمیتونید به مقام پایین تر بگید مطیع جناب علی هستن سمعا و طاعه. اطاعت همیشه در لغت از مقام بالاتر است، همیشه اطاعت از فزون تر از آدمی است. یعنی کسی از برابرش مطیع نمیشه در لغت عرب، از مادون خودش اطاعت نمی کند، فرمان نمی برد. فرمان برداری از آن کسی است که استحقاق فرماندهی دارد، یعنی کسی که فراتری دارد، برتری دارد. اطاعت در جایی به کار برده میشه که مقام، مقام فراتر باشد. این یه نکته است. اطیع الله و اطیع الرسول، نگاه کنید خدا را و پیامبر و رسول او را، و این ارتباط را باید اونا داشته باشید و اطاعت کنید. دوم، ویژگی دومی که در کلمه اطاعت وجود داره، اصلا اطاعت ضد چیه؟
نقطه مقابل اطاعت رو اگر بخواید بگید چه خواهید گفت؟ اطاعت از ماده طور، یعنی یه چیزی رو به جان و میل و رغبت پذیرفتن. حالا اگر کسی یه چیزی رو کره دارد و مخالفت میکند، عصیان میکند، میشه ضد اطاعت. اصلا نقطه مقابل و اون ضد اطاعت در کلام عرب معصیت است. و اطیع الله و اطیع الرسول اگر اینجا فرمود، در جای دیگه فرمود و من یعص الله و رسوله، یعنی کسی که عصیان میکند و معصیت میکند. پس نقطه مقابل اطاعت معصیت است. معصیت کی به کار برده میشه؟ جایی که امری بیاید زیر پا گذاشته شود، یعنی نافرمانی. اطاعت یعنی چی؟ یعنی فرمان برداری. فرمان یعنی چی؟ یعنی امر. اطاعت جایی است که امر و نهی باشه. اطاعت جایی است که خواسته ای و گفته ای باشد که پشتوانه اجرایی داشته باشه، والا اطاعت معنا نداره. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را، فرامین الهی و خواسته های خداوندی رو، و اطاعت کنید اون چرا که رسول می فرماید، فرموده های پیامبر رو. در خود واژه می بینیم اون جایگاه فرزانگی رسول رو خدا مطرح می کند برای ما، مقام بالای او را که بر سر و چشم ماست. و دوم این که این پیامبر طرح‌هایی دارد که این باید اجرایی بشه، امره، یعنی اینا خواسته های عامه، خواسته هایی است که در دل اون خداوند توانمندی به اصطلاح فرمان و اجرا رو به این پیامبر داده است. این نه یه انسان عادی است که یه پیشنهادی به شما بده، من اونچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال. نه، این پشتوانه الهی دارد خواسته های این مرد به این رسول، به این پیغمبر بزرگوار الهی. همه اینها به سادگی از کلمه اطاعت در استعمالات قرآن بیرون کشیده می شود. خداوند در اینجا می فرماید اطیع الله و رسول، اطاعت کنید خدا را و رسول. گاهی هم در آیات شریفه می خوانید اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی گاهی می بینید منطق ریاضی حاکم از فاکتورگیری می شود، گاهی نه. یعنی گاهی میگید جاء زیدون و امرون، گاهی میگید جاء زیدون و جاء امرون. اون عامل، هر دو جا میگید علی آمد حسن آمد، گاهی میگید علی آمد و حسن، یعنی حسن هم آمد. و فی جواب کیف زیدون قل دنف زیدون استغنی عنه از عرف، در اصطلاحات ادبی عرب هضم میشه، نیاز نیست به این ذکر دیگه دو مرتبه این فعل رو تکرار کنیم. اینو به اصطلاح میگیم اقتصاد زبان. زبان ما دوست میدارد صرفه جویی در گفتار بکند، نمیگد اضرب زیدن و امرن و اضرب زیدن و اضرب امرن، مثلا فانصر زیدن و انصر امرن، کمک کن به زید و کمک کن به امر. نمیگد انصر زیدن و امرن، کمک کن زید را، کمک کن امر را. دیگه اون فعل دوم نیازی نیست، این اقتصادیست، خیلی هم خوبه، جالبه، انرژی کمتری هم صرف میکنیم، کاملا ریاضیوار فاکتور هم گرفته میشه. مگر اصل اینه، مگر خلافش باشد. در مورد این قضیه اطاعت خدا و رسول هر دو شکلش رو میبینید. گاهی خدا مثل اینجا فاکتورگیری میکند، اطیع الله و رسول، دیگه اطاعت دوم نیومد. گاهی نعرض کردم که دو تا فعل میاد و دو تا اطاعت. این سوال مطرح میشه وقتی نقل میکنن یک کسی بالای خطیبی بالای منبر توصیه میکرد به اطاعت خدا و رسول، و بعد گفت من عصاهما فقط هوا، کسی که اسیان کند این دو رو، خدا و رسول رو فقط هم. ابن عباس پایین منبر نشسته بود، این مرد پهلوان میدان تفسیر و قرآن، تربیت شده مکتب امام در تفسیر مکتب امیر، یه نگاهی کرد و گفت ایها الخطیب انت بئس الخطیب، تو خوب خطیبی نیستی، چرا خدا و رسول رو با هم گفتی؟ خب این یه نگاه و زاویه است که ابن عباس گفت، حال که خلافش اینجا در کلام خدا هست. حالا ابن عباس هم از جهتی گفت که اطیع الله و اطیع الرسول رو داریم. حالا من توضیح میدم ساده مطلب رو خدمت عزیزان. ببینید، اطاعت خدا و اطاعت پیامبر از جهت ماهیت و محتوا هیچ تفاوتی نداره، هیچ فرقی نمی کنه. دیدید دیگه بالاتر از اطاعت چیست؟ محبت. یعنی اونجایی که میخواد جوهر محبت بجوشد فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بحث تبعیت پیامبر شد، اثبات محبت با خدا پیروی از پیامبر شد. یعنی واقعا ماهیت و جوهر اطاعت از پیامبر
و خداوند یکیست. قدم به قدم اگر کسی فرمان پیامبر میبرد، فرمان خدا میبرد. ما متاسفیم که در طول تاریخ این تفکیک ها رو گاه میبینیم، یعنی این که در زمان خود پیامبر بوده است که بعد از پیامبر هم بوده است که بیایند بگویند فرزند عبدالله، حتی بگن یا رسول الله، این سخنی که شما میگویید از خودتونه یا از خدای خودتونه که به ما دستور میدهید؟ یعنی رسما تفکیک کنن بین فرمان پیامبر و فرمان خدا، و حالی که خدا هرگز تفکیک بین فرمان خودش و پیامبر نمی کنن. بیان با این شیوه بگن پیامبرم نگاه کنه به اینها رو عشق بریزه، نگاه کنه که این چه معرفتی است، که بگن بعد قسم بخورد بگد والله من الله و رسول، من الله و رسوله، اینی که من دارم میگم از خدا و از رسول خداست، تفاوتی نیست بین این گفته و بین این خواسته. این تفکیک متاسفانه بود است. قرآن اینو تفکیک نمی کند. ماهیت اطاعت از پیامبر و ماهیت اطاعت از رسول یکیست. یعنی شما هر کجا هر اطاعتی از پیامبر بکنید این اطاعت از خداوند است. حالا هر نوع و جنسی باشد، در مثال اخلاقی باشد، حکمی باشد، اجتماعی باشه، فردی باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، هیچ تفاوتی در این جهت نیست. اما در عین این که ماهیت و جوهر با اطاعت پیامبر و رسول یکیست، اما از جهت برخاستگاه و علت این اطاعت با هم یکی نیستند. نتیجه یکیه اما انگیزه دوتاست، ریشه چرایی دوتاست، با حال این که نتیجه یکیست. چرا چرایی دوتاست؟ چون روشن است اطاعت از خداوند هیچ دلیل شرعی نمیخواد. یعنی نیاز نیست خدا ما بگوید که از من خدا اطاعت کنید. چرا؟ چون آفتاب آمد دلیل آفتاب، چون خداوند خالق است، رازق است، ایجاد میکند، اعدام میکند، میآورد، میبرد، ملک میدهد، عزت میدهد، ذلت میدهد، یهدی من یشاء، یذل من یشاء، له الملک و له الحمد، اون حاکمیت، اقتدار، همه چیز هستی جلوه‌ای از جلال و جمال خداوندی است، چه در جان چه در جهان. وقتی چنین ارتباطی رو ما با خدا داریم، بعد لازمه به ما بگد که ما را اطاعت کنید. عقل ما داره میگه خدا را اطاعت کن، نیاز به فرمان او نیست. به همین خاطر بزرگان در علم کلام میگن دستور به اطاعت خداوند دستور شرعی نیست، این دستور عقلیه. یعنی اینم که خدا میگوید شما را به عقلتون ارجاع میدهد، اصطلاح خودشون اینه، میگن این ارشاد به حکم عقل هست. الا اطاعت خدا دلیل شرعی نمیخواد اصلا. خالق هست، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، هر آن کس که نان دهد فرمان دهد میگفتن. این همه وجود ما یارم از هم بافتی، خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی بده مقصود ما را، هستی من در کف توست، من چی میتونم بگم که عرض به خدمتون در قبال ذات او که فرمان بدهد یا ندهد، بپذیرم یا نپذیرم. به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، دیگه این حساب الهی است و کتاب خداوندی است. اما این سخنی که عرض میکنیم در مورد هیچ کس جز خدا صادق نیست. این ردا ردایی است که شایسته کبریایی حق است، اینو عقل ما میپذیرد، اما در مورد هیچ بشری ما این رو نمیپذیریم که اطاعت یه بشر بر ما لازم باشه، که ما از یه بشر اطاعت کنیم ذاتاً به خودی خود، یه کسی بشر باشد اما اطاعتش بر ما لازم باشد، اینو عقل ما نمیپذیرد، شرع ما هم نمیپذیرد. در شریعت هم میگوین اصل حریت، آزادی، عدم اطاعت، عدم تحمل و فرمان برداری هر کسی از هر کسی است در اسلام. اصل اینه که گردنتون محکم نگه دارید صاف، مقابل هیچ کس خم نکنید، از هیچ کسی هم اطاعت نکنید، این اصل اولیست. الا ما خرج به دلیل، مگر این اطاعت، فرمان بردن، ولایت پذیری، تحمل پذیری از ناحیه حق باشد، به مقداری که خداوند می فرماید از این مواردی را حق می گوید اطاعت کنید، بر سر و چشم ماست، به دلیل همون اطاعت الهی، و الا نمی پذیریم، به اطاعت نمی کنیم. پس اطاعت خداوند
ذاتی است. اما اطاعت رسول و هر آن کسی را که خداوند اطاعت به اون بکند ذاتی نیست، بلکه به دلیل فرمان خداست. اگر خدا نمی گفت اطیعوا الله و الرسول، ما اطاعت پیامبر نمی کردیم. اما چون خدا گفته است، چون خود پیامبر هم اینطور می گوید قول انما انا بشر و مثلکم، اما به دنبالش می فرماید یوحا الیه، یعنی اگر من چیزی به شما میگم به این دلیل است، به دلیل این پشتوانه وحیانی است. پس بنابراین تکرار می کنیم سخن رو، اگر خداوند در قرآن اطاعت خودش و اطاعت پیامبر رو در عرض هم مطرح می کند، اون حقیقت اطاعت پیامبر و خدا یکیست. یعنی این بشر به جایی رسیده است، این پیامبر، که در وجود او جز امر الهی هیچی دیگه دیده نمیشه. یعنی اون تمام وجود او ششدانگ خلص جلوه صفات الهی است. رفتار شخصی، اجتماعی، فردی، خلوت، جلوت. اینو در بحث غفلت و ذکر خدمت عزیزان عرض میکردم. به جایی میرسد انسان، ما بالاخره در 24 ساعت ای بهمون میگن اذکر الله یاد باشیم. چرا؟ چون میخوریم، میخوابیم، مینشینیم، مثال جنسی داریم، به بازار میریم، هی غافل میشیم. ای بابا، باز حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. باز میگیم یاد خدا میفتید، باز در قلبتون یاد الهی، به زبانتون یاد الهی، این غفلت ها رو به کناری میزنیم. اگر این بیشتر شد تو وجود انسان، به جایی میرسد که لب باز نمی کند در درون ذکر الله را، هر تصمیمی، هر فکری که میخواد بگیرد همونجا یاد الهی است، این اوج ذکر است. اما گاهی انسان به جایی میرسد که این انسان ذکر یعنی چی؟ ضد غفلت، تذکر میدهند که غفلت برود. اگر در وجود هیچ غفلتی نبود، تمام این وجود میشه چی؟ ذکر. این دیگه نیاز به ذکر نداره اصلا، جایی نیست از غفلت که بخوان تذکرش بدن، به این نمیتونن اصلا تذکر بدن. پیامبر مکرم اسلام به مقام اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور رسیده است. یعنی جایی از غفلت در وجود او نیست. تنامای نای ولای نام قلبی، میگوید این چشم رو مجبورم ببندم شب، اما این قلب لحظه به لحظه بیدار و بیدارتر است. تنام و اینای ولای نام و قلبی، اون مقام اتحادی است که در وجود نبی مکرم دیده می شود. این بشر به جایی رسیده است که حجت تمام و کمال الهی است. همه حرکات و سکنات و رفتارهای او یه حجت تمام عیار برای خداوندی است و تابش برای انسان هاست و تابش صفات الهی است. به همین خاطر این اطاعت مساوی و برابر با اطاعت خداوند بدون کم و کاست. گوشش رو کم کنه خدا برش بزنه، ولی اینجا اگه اطاعت نشد نه، فراگیر تمام. اما پیامبر با همه این مقام و جلوه، این همه آوازه ها از شه بود، اشتباه نکنید، گرچه از حلقوم عبدالله بود. این مقام رو پیامبر از خودش ندارد، اون چه دارد از خدای خیش دارد. این سخنی است که قول انما انا بشر و مثلکم تذکرش میده در گوش ما و در هوش ما می نشاند این سخن رو که من پیامبر هم اون چه دارم مسلم از خدای خیش دارم و از خودم ادعا نمی کنم. یعنی اطاعت پیامبر ذاتی نیست، بلکه به دستور و به لطف و فرمان خداوندی است. پس گاهی فعل اطاعت تکرار میشه به خاطر اینکه نشون بده اینها یکی ذاتی است، یکی به دستور خداست. گاهی تکرار نمیشه که نشان بدهد هر دو اطاعت در نتیجه یکی است، به تفاوتی ندارد. ما که گفتیم سخن تمام، اطاعت کنید، بیاید تو جذبه محبت و حلقه عشاق بپیوندید. اما فئن تولوا، اگر پشت کردید و اطاعت نکردید، یعنی عصیان کردید و تمرد کردید از فرمان خدا و رسول، به شما میگیم که از این حلقه محبتی خارج میشید. فان الله لا يحب الكافرين، خداوند محبتش رو شامل حال کافرین نمی کنه. بد نیست من اینجا یه تفسیر ماده‌ای رو بگم. ببینید، ما محبت خودمون رو که وقتی میگیم چه بیانی برای محبت داریم؟ یعنی ما وقتی تحت جذبه یه چیزی قرار میگیریم بهش محبت پیدا میکنیم.
شما میبینید رفتاری رو، ادبی رو، خویی رو، خلقی رو، جمالی رو، کمالی رو، عرض به خدمتون کس نیست که آشفته آن زلف دوتا نیست. بالاخره میبینید این بد عادل بسته میشه، انسان نزدیک میشه و محبت پیدا میکند، کشش، جذبه، اینها میاد. آیا اینها در مورد خداوند چه معنا دارد؟ خدا کسی را دوست میدارد یعنی خدا نعوذ بالله در جاذبه کسی قرار میگیرد؟ اینکه خدا ان الله یحب الصابرین یحب المتقین یحب المحسنین، این یحب و یحب خدا دوست میدارد، یعنی خدا تحت تاثیر رفتار اینها قرار میگیرد؟ در ذات الهی تاثیر و تاثر معنا نداره. پس این یعنی چی؟ خدا دوست میدارد فلانی را دوست میدارد، دوست نمیدارد؟ یعنی خدا بدش اومد دیگه دوست نداره، خوشش اومد دوست داره؟ آیا اینا که حالات بشری است؟ این نکته محبت الهی چیست؟ یک کمی سخت اما آسان به بیانی عرض میکنم. ببینید این تو خیلی صفات الهی گفتیم این رو، خداوند سبحان وقتی میخواد صفاتش رو بگه به ما، صفات حضرت باری تعالی به لحاظ نتیجه گفته میشه به ما، نه به لحاظ مقدمه. خداوند غضب میکند، غضب الله علیهم، غضب میکند یعنی چی؟ ما یه صحنه رو میبینیم خلاف میلمون، خونمون به جوش میاد، بعد مش رو میکوبیم، عرض به خدمتون زدی ضربتی ضربتی نوش کن، یه غضب میکنیم یه حرکتی میشان. آیا خدا خونش به جوش میاد؟ خدا این در مورد ذات باری تعالی وجود نداره. پس غضب خدا یعنی چی؟ ما وقتی غضب میکنیم بعد چه میکنیم؟ به اشد ما یمکنه ان یکون دشمن رو به زمین میزنیم. خداوند که غضب میکنه یعنی چی؟ یعنی قاسم الجباری. نه اینکه خدا اون مقدمات رو برای غضبش داشته باشد، نتیجه عمل غضب خداست. در مورد ذات الهی تمسخر، استهزا، الله یستهزا بهم، خدا استهزا میکند. استهزا ما وقتی میخوایم بکنیم چیکار میکنیم؟ یک کسی میاد هی بلند میشه میشینیم جلو پاش دو سه مرتبه، بعد قاه قاه دیگران بهش میخندن، مسخرش میکنن. مثلا آیا مثلا در مورد خداوند استهزا به چه معناست؟ خداوند یه کار اینطوری؟ نه، اگر ما کسی رو استهزا کردیم چه اتفاقی میفته؟ در منظر جامعه و مردم شخصیتش رو از دست میدهد. الله یستهزا بهم، خدا با منافقین کاری میکند که موقعیت اجتماعیشون از بین میرود. یعنی نتیجه کار صفت خداست نه مقدمه کار. خب حالا بیاییم تو محبت. نتیجه محبت چیه؟ وقتی شما به کسی محبت پیدا میکنید چی میشه؟ بعد بهش میگید که به تیغم اگر کشد دستش نگیرم. میگید آقا این اگر تیرم زند به تیرم اگر کشد دستش نگیرم، اگر تیغم زند منت بذیرم. به کسی که محبت دارید اگر نیشم بهتون داره براتون نوشه. به کسی که محبت دارید اگر تندیم میکنه میگید آقا میخریم، هرچی میگی قبول داریم. به کسی که محبت دارید میخواید، گاهی دیدید این رو مثلا میگن خدا رحمت کنه واقعا این قدیمی ها، خدا رحمت کنه این، اب نداره من بگم، عذرخواهی میکنم اینطور عرض میکنم داخل پرانتز، این مادر بزرگهای ما رو خدا رحمت کند، مادران این جماعت که رفتن، خدا رحمت کند زنان گذشته‌ای که در مکتب دین تربیت میشدن، تمام همت اینها این بود که به تعبیر خودشون پنجه‌شون رو شمع کنن برای شوهر و فرزندانشون. یعنی میخواستن از هر انگشتشون یه محبت بخورانند به اینا، عسل بخورانند به اینا. اینطور تربیت شده بودن، اینطور کانون زندگی رو نگاه می داشتن. اینا با کمترین رو تراشی پشت نمی کردن که تو اون سو ما این سو تفاهم اخلاقی نداریم با هم، نمی دانم کلاسمون یکی نیست فلان. اون غرورها و منیتها و انانیتها تو اینا کشته شده بود، خدا می داند، با همون تربیت سنتیشون ها. حالا ندیده بودن، خیلی از مدارک هم نداشتن، خیلی از کلاس ها هم نرفته بودن، خیلی از مسائل هم ندیده بودن، تیتر عنوان هم پشت اسمشون نبود. نمیخوام به کسی توهین کنم، دارم تقدیر میکنم از اون گروه، مقایسه نمیکنم، ولی اینکه ذهن ناخودآگاه ممکنه مقایسه کنه. اما واقعا اینا میخواستن از هر وجودشون یه جور محبت نشون بدن. چیکار میکردن؟ بهترین واقعا محبت هاشون رو عملا نشان میدادن. خب البته از اون طرف هم حساب و قصه چیز دیگری بود. بالاخره تا که از جانب معشوق نباشد که ششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، این اقتضا میکرد که یه ارتباط اونچنانی دو سویه باشه و الا که ره به جایی نمیبرد عملا. خب خود این نتیجه محبت میشه انعام، احسان، خدمات. این میشه نتیجه محبت. حالا
اگر خداوند کسی را دوست بدارد، او مقدماتی که خدا نداره، خدا که تحت جاذبه کسی قرار نمیگیرد. اما یحب الله یعنی چی؟ یعنی خداوند اگر کسی را دوست بدارد، شما وقتی کسی رو دوست دارید نزدیک، اجازه میدید بیاد نزدیکتون یا خودتون نزدیک میکنید بهش. خدا وقتی کسی را دوست دارد چه میکند؟ به خودش نزدیک میکند. اگر کسی نزدیک خدا شد چه اتفاقی میافتد؟ گر نور عشق حق به دل جانت افتد، بله که از آفتاب فلک خوبتر شوی، یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. وقتی کسی نزدیک خدا شد، بعد بوی خدا میدهد، رنگ خدا میگیرد، آهنگ کلامش، حرفش، سکناتش، حرکاتش، محبت، همه چیش توی جذبه‌ای قرار میگیرد. یعنی رنگ صفات خدا در رفتار وجودش مشاهده میشود، به چشم میآید. اگر خدا کسی را دوست بدارد، همرنگ خودش میکند. اگر خدا کسی را دوست بدارد، انعام و احسان به او میکنه. معنای محبت الهی اینه. و اگر خدا کسی را دوست نمیدارد، از انعام و احسان چه میکند؟ دورش میکند. فرمود اگر عصیان بود نه اطاعت، فان تولوا پشت کردن، فان الله لا يحب الكافرین. خداوند دوست نمیدارد، انعام نمیکند، احسان. بله، یه انعام و احسانی است که خدا به بدترین دشمنان خیش هم میکند، به عدو و دشمن مستقیم خدا که مقابل او شمشیر میکشد میایستد، اون محبت رو داره. شمر ابن ذوالجوشن هم از این محبت خدا برده است و خورده است. فرعون هم خورده است، انا ربکم الاعلا. اون رحمت رحمانی است، نعمت های عمومی است که خدا داده است و آب است و نان است و به شکل مزدوران چنین نعمتی دادن. خدا داده است، به همه داده است این رو. شاید بیشتر به کافران هم بدهد گاهی. سوره مبارکه زخرف اگه خاطر عزیزان باشه، علتاشو من عرض کردم که خدا چگونه مطرح میکند. داده است به اونا، اما از اون رحمت رحیمیه نمیدهد و نمیدهد و نمیدهد. سکتبا للذین یؤمنون و یتقون. اون رحمت رحیمیه که ثمره چیه؟ ثمره محبته. اگر کسی اومد تو جذبه محبت خدا گرفت، قرار خدا بعد از اون رحمت رحیمیه میده، بعد اونا میارد و نزدیک میکند و بعد هم رنگ و هم دیگه. فان الله لا يحب الكافرين. خب تا اینجا این بحث گفته شد و به نوعی حالا مقدماتی است برای ورود به یه بحث بسیار مهم در این سوره و علت نامگذاری سوره مبارکه آل عمران به آل عمران. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. سوره آل عمران به این علت است که این کلمه در این آیه 33 تذکر داده شده است. فرمود ان الله اصطفى. الان در مقدمه بحث اشاره کردم در بحث نبوت که انبیا نخبهان، اینها انسان‌های برجسته هستند، اینها انسان‌هایی هستند که یه سر و گردن از دیگران فهم و ادراک و شعور و خصلت‌ها و فضائل انسانی گام‌های فراتری می‌زنند. خداوند ان الله اصطفى، خدا استفا می‌کند آدم را، نوح را استفا کرده است، آدم را، نوح را، آل ابراهیم را و آل عمران را بر عالمین. همون کلمه اول رو من توضیح بدم. واژه اصطفا، صفا، یصفو، صفون، ربا، یربو، ربون. صفا اولا این از ادبیات ملوکانه است. استهزار دارید؟ اصلا خود ما ادبیات طبقه بندی داریم دیگه، بالاخره در ادب فارسی هم این رو. یه کسانی بودن که اینها نامه های سلاطین و ملوک رو بزرگان رو می نوشتن در دربارها. اینا چی می گفتن؟ مستوفی. شنیدید مستوفی الممالک کی فلان؟ مستوفی. اینا کسانی بودن که دیگه دبیرهای فنی بودند، اینها کار منشآت رو می نوشتند، نامه های اونچنانی، مکاتبه های اونچنانی رو از زبان ملوک می نوشتند. بزرگان خودشون یه ادبیاتی دارن بالاخره. حالا کمایی که بازگاه به بعض از طبقات اجتماعی بالاخره آنها ممکنه اینا مگه ادبیاتی داشته باشن؟ ممکنه کسی به کسی عذرخواهی میکنه، میگه آه امو چی میخوایی مثلا فرزند؟ خب این ادبیاتیست بالاخره. حالا ممکنه است که آه فرمایشی داشتید، اینم یه ادبیات است بالاخره.
مطلب یکیست، هیچ فرقی نمی کند. اما این از یه لحن طبقه فکری برمیخیزد، یه لحن طبقه فکری. در قرآن خداوند سبحان نوعاً از این نوع محاوره استفاده میکنه در مورد خودش، از اون محاوره فخیمانه. یعنی گاهی در قرآن اینکه گاهی سوال میکنید انا انزلناه فی ليلة القدر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این تو خدا ما کجا بود؟ از خدا که انا قل هو الله احد. اینو زیاد دوستان سوال میکنن نوجوان ها، مخصوصا به شبات سنی این براشون خیلی سوال میشه. خب یه پاسخی که عرض کردیم همیشه اینه که ببینید این لحن صحبت به اصطلاح فخیمانه است، مؤدبانه است، در اوج. بزرگان هیچ وقت نمیگن من، میگن ما. ما گفتیم که جناب عالی تشریف بیارید، ما گفتیم که این مجلس برگزار شود، ما گفتیم که فلان جا رو تعطیل کنن. هیچ وقت نمیگن من گفتم، میگن ما گفتیم. چرا میگن ما؟ چون اراده اونها مثل اراده فرد نیست، مثل اراده جمعه. خداوند در قرآن گاه به حضرت خیش به شکل جمع سخن میگوید، چون اراده او اراده انما امره و ازارد شیعنه. چون این لحن جمع لحن تعظیمیه نه عددی. عدد رو خدا نمیگه یک دو سه چار عدد جمع باشه انا، بلکه اون تعظیمه. امیر کلام الملوک ملوک الکلام، این لحن سخن فخیمانه و ملوکانه است. از این اصطلاحات یکی این کلمه استفاست. از گذشته سنت بریم بود، وقتی که مثلا جنگی چیزی پیش می اومد تو همه جای دنیا بود، از گذشته در ایران و باستان، در اسلام هم به نوع این رو در باب جهاد داریم. وقتی که یه مثلا تو جنگ تحفه خیلی نابی که تک بود، یعنی گاهی مثلا غنایم جنگی زیادی است، اما گاهی نه، مثلا به فلان دربار می رفتند و بالاخره یک کوه نور می آمد، نمی دانم یه تاج زمرد نشان، نمی دانم شاه گورکانی می آمد، یه شمشیر اونچنانی، به این ها می گفتن صفایا، صفای الملوک، یعنی اون تک ها، زبده ها. در اسلام در باب زکات، در باب جهاد داریم، اگر چنین چیزی جهادی به اذن پیامبر باشد، به اذن امام معصوم، چون به غیر از این جهاد تهاجمی نداریم در اسلام، اگر شکل گرفت و در غنایم مسلمانان یه تک مواردی بود، اینو بین مسلمانان تا این نشکنید بگید الا یه زردش مال تو یه زردش مال تو، نه، اینو رو حفظش کنید، این رو بدید به پیامبر، چون پیامبر میداند چه بکنند. به این میگن صفایا الملوک، صفایا للنبی، از آن پیامبر است. پیامبر میدونه، مصاف شخصی نمیکنه، پیامبر میداند با این چه بکند و چه جایگاهی باید داشته باشد. صف و این استعمال رو گفتم که روشن باش، یعنی انتخاب فخیمانه ممتاز، یه چیز تک. ان الله اصطفى، خدا از ابتدا نگاه کرد تو بندگانش، بعد یه گروهایی رو، یه افرادی رو در بین این نخبگان بندگانش انتخاب کرد، روی اینها انگشت گذاشت. ان الله اصطفى، یک آدمه، آدم رو. حالا آدم کیست؟ خود کلمه آدم احتمال بسیار می رود که این کلمه عربی نباشه. آدم، آدمه، آدم، آدمه، شاید این اصلا به اصطلاح سامی، آرامی، اصلا از زبان دیگری باشد اومده تو عربی. اما بعضی از لغویون عرب اصرار دارن که بگن عربی است. خب حالا اگه عربی باشد از چه ماده میاد آدم؟ آدم از ماده عدیم الارض، یعنی از خاک روی زمین. آدم را آدم میگویند چون خاک است و فرزندان او هم خاکزادگانند، خاکی هستند. آدم اولین رو گفت خداوند، آدمه. خب خدا چرا آدم رو انتخاب کرد؟ آدم دیگه همون اول امتحان شده داد و آدم چه لطفی به ما کرد. آدم اگر این باب رو برای ما نمیگوشود این پدر، ما فرزندان ناخلف او چه میکردیم؟ یعنی وقتی که یک مرتبه تا دانست آدم چه کرده است، دست رو بلند کرد، تسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدا فهمیدم، بد کردم، اشتباه کردم، اما تسلیم. فرصت دوباره بده، ببین چه میکنم، آیا اونی که میخوای عمل میکنم یا نه. فعصا آدم ربه فقوا،
ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. آدم کاری کرد که تا امروز هر روز نوی به ما فرصت دوباره ایجاد شد. یعنی باب توبه را آدم به روی فرزندان خیش تا ابد گشود و سرمشق درست داده شد که هر کجا در هر شرایطی هستید درک بکنید خطا کردید کافی است. اعلام این که فهمیدم اشتباه کردم جبران میکنم به شما حیات دوباره میدهد. و اصلا این چه نعمتی رو جناب آدم از سوی خداوند برای ما فتح باب کرد و گشود این باب رو. و دیگه و تلقا آدم و من رب این کلمات فتاب علیه و اون کار زیبا و خاطرات خوش آدم. و نوح کلمه نوح رو هم حالا شاید خیلی مناسب نباشه من تو وارد مشتقات این کلمات بشم و اینها رو بگم. نوح هم به احتمال قوی عربی نیست، اما اینکه حالا حالت استعمال عربی داره چون سه حرفیه وسط ساکنه یه اصطلاحات ادبی داریم که بماند. و نوحن نوح، باز بعضیا میگن نوح از ماده نیاه میاد، نوح میاد، حالا نه نوحه بر امام حسین، این عرض به خدمتتون نیاه و نوحه‌گری و نوح خیلی نوحه‌گری، نه این اصلا ربطی به این کلمه ندارد. نوح، خب چرا نوح مطرح میشه؟ خدا چرا نوح؟ چه کسی میتواند و من یقده رو؟ کی قدرت داره نوح باشه؟ 950 سال با اون استقامت، با اون پای مردی، با اون رشادت، با اون انسان دوستی، شیخ الانبیاء و المرسلین. لقب اصلی نوح چیه؟ آدم ثانی، آدم دوم. شخصیتی است نوح که فجعلنا ذریته هم الباقین، سوره صافات. اصلا اون چه مانده است بالاخره در موحدان همه از نوح است. ابراهیم و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم با تمام خصوصیاتش پیرو نوح است در قرآن. کس عجیبی بوده است این انسان وارسته بزرگ نوح. و آل ابراهیم هست و خدا آل ابراهیم را استفا کرد. حالا به ابراهیم که رسید فرمود آل ابراهیم، آل رو اضافه کرد. آل میدانید من یعول، هر کسی که بر میگرده به فکر و باور و رفتار به یک کسی، انتساب به کسی پیدا میکند، اون رو میگن آل. آل صرفا میدانید به نسب نیست. اینی که شما مثلا گفتید یا از سید شهدا فرمودن تو اون لحظه که شنیدید که وقتی پا گذارد وجود نازنین این یل فارس شیر میدان شجاعت، وقتی اومد وارد شریعه شد از سید شهدا یه مرتبه صدا زدن گفتن اگر لبش آب بخوره دیگه نمیتونید مهارش کنیم. گفتن حسین داری آب میخوری به حالی که حمله به زن و ناموست شد. حالا غیرت الله جنبید تا که این جمله رو شنید برگشت فریاد زد یا شیعت آل ابی سفیان، یا شیعت آل ابی سفیان، یعنی آل ابی سفیان. ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید و فکر معاد ندارید حداقل مرد باشید، جای مردانگی تو وجودتون داشته باشید، با من بجنگید. چرا به ناموس من حمله میکنید؟ این پیام آزادواری رو حضرت رساندن. آل ابی سفیان یعنی هر کسی که فکر و رفتارش به ابی سفیان برمیگردد. آل علی هر کسی که فکر و عقیده و باورش به علی برمیگردد. این آل چنین. آل ابراهیم، ابراهیم و هر کسی که به او برمیگردد به ابراهیم برمیگردد. خدا اینها رو گزید. حالا تو دل این کی وجود داره؟ اسحاق است، اسماعیل است. ان اول الناس به ابراهیم به تعبیر قرآن نزدیکترین کس به ابراهیم این پیامبر است، پیروان این پیامبرن که میرسیم آیه 60 خوردی همین سوره آل عمران بررسی خواهیم کرد. و آل ابراهیم و آل عمران و آل عمران رو خداوند برگزید. اینها جزء نخبگان بشری و خاندان این چنینی. حالا این عمران کیست؟ این عمران عربی نیست. اگه بخواد عربی بشه با چطور تلفظش کنیم؟ باید عمران بگیم. مهندسی عمران میگید، بالاخره این میشه عمران بر وزن فعلان میشه مصدر عربی، یعنی آبادی، مثل فرقان این میشه مصدر من، اما این فعلانه، این عمرانه و این عربی نیست. این کلمه حالا عمران، عمران،
عبران تلفظاتی است که در عبری از این کلمه وجود داره. عمران، عمران کیه که آل عمران؟ ابراهیم رو که می‌دونیم که آل ابراهیم، عمران کیست؟ ما تو قرآن دو تا عمران داریم. یه عمرانی دارید که اسمش نیومده تو قرآن، ما می‌شناسیم، موسی بن عمران میگید، البته نیومده در قرآن به عنوان پدر موسی، اما هست موسی عمران. این یک. یه عمران دیگه در قرآن داریم، پدر مریم، مریم بنت عمران به تعبیر قرآن، اینو سریع خدا میگوید، و مریم دختر عمران که احسنت فرجها، پاکدامنی خیش را نگاه داشت. پس این در اصطلاحات و در کنیه ها ما یه عمران دیگه هم داریم که این در قرآن نیست، اما میدانید لقب از القاب ابو طالب عمران است. این که گاهی در اشعار میبینید به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میگن علی چی؟ میگن علی عمرانی. این از اینجاست. کنیه ابو طالب یکی عبد مناف است، یکی عمران است. ابو طالب به اصطلاح لقبشون، نکنیه لقبشون عمران گفته میشه. اما اون که مسلمه در اینجا آل عمران با توجه به آیات بعد یعنی خاندان مریم، آل عمران. حالا یک خصوصیتی تو این آیه است علال عالمینش، رو بعد دیگه ورود به بحث بعدی که انشاءالله بگذارید که نوبت آینده با دوستان عزیز در میان بگذاریم. صلوات و نعت بفرمایید.